بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجادلهم بالتي هي أحسن. در قسمت مناظره پیامبر گرامیمون با مشرکین به اینجا رسیدیم که به مشرکین فرمودن که به چه جهت شما عبادت میکنید بت‌ها را. گفتن که ما با عبادت اونها تقرب به خداوند متعال می جوییم. حضرت فرمودن که اینها که شعور و درکی ندارن و مطیع حضرت حق طبعا معنا نداره که باشند، چگونه می شود که به تعظیم اونها تقرب به پروردگار بجوید؟ گفتن که جهت این تعظیم و تکریم ما چنین است که عرض شد سه گروه شدن. گروه اول صحبتشون گفته شد و جواب پیغمبر اکرم هم عرض شد ولی عباراتش خونده نشد. حالا اون عبارات ها خونده میشه تا برسیم به مطلب گروه دوم که عرض شد ولی باز پاسخ گفته نشده، و گروه سوم. و بعد از خوندن این عبارات اون وقت انشاءالله یکی دو جلسه مبسوط بحث شرک و توحید و مسائلی که فعلا مقداری مطرح هست در ارتباط با شبهاتی که گروه وهابی ها دارن مناسب به نظر رسید که انشاءالله صحبت بشود. نسبت به اونچه که گفتیم، به عباراتی که مربوط به اون قسمت هست رسیدیم، این است که پیامبر اکرم فرمودن اخطأت الطریق. گروه اول اونها بودن که گفتن ما که این بت‌ها را میپرستیم، اینها صور اولیاء خدا هستند که خدا در اون اولیاء حلول کرده است و در نتیجه از چنین خصوصیتی چون برخوردارند ما صور اونها را ساخته ایم و در ارتباط با اونها عبادت میکنیم، میپرستیم اونها را. به این مناسبت عبادت میکنیم این بت‌ها را. این گروه اول حرفشون این بود. پیامبر اکرم فرمودن اخطأت الطریق، چون مطلب گفته شده عبارت خونده نشده، لذا تکرار نکنیم مطلب را، همون عبارتی خونده نشده به عرضتون میرسد مشخصه. اخطأت الطریق،
و زللتم اما انتم، اون وقت در حدیث داره، چون حدیث به این صورت هست که حضرت عسکری علیه السلام می فرمایند که حضرت صادق فرمودند که جریان چنین بوده. اون وقت حضرت صادق علیه السلام می فرمایند که پیغمبر اکرم خطابشون در این مورد به اون گروه اول شد و هو صلی الله علیه و آله و سلم یخاطب این گروه اولی رو که گفتیم، الذین قالوا ان الله یحل هر دوش درست ظاهرا فی حیاکل رجال کانوا علی هذه الصور التي صورناها فصورنا هذه الصور نعظمها لتعظیمنا لتلک الصور التي حل فيها ربنا. خداوند در این صور حلول کرده و به این جهت دارای عظمت خاصی شدند و با توجه به این جهت ما اونها را تعظیم میکنیم و وسیله تقرب به سوی حضرت حق قرار میدهیم. مخاطب پیامبر گرامی چنین گروهی هستند. اونگاه حضرت به این جمع فرمودند فقد وصفتم ربكم بصفت المخلوقات، شما که حلول برای خدا قائل شدید صفتی از صفات مخلوقات را برای حضرت حق قائل شدید، چون حلول شیئی در شیئی این از صفات مخلوقات که حال در شیئی بشه. فقد وصفتم ربکم بصفت مخلوقات او یحل ربکم فی شیء حتی یحیط به ذلک الشیء. این که میگویید خدا حلول کرده است در بعضی از اولیا، در این اولیایی که صورت اونها را ساخته اید، این حلول برای این است که به وسیله این حلول خدا محیط به اینها شده باشه. او یحل ربکم فی شیء حتی یحیط بهی به این حلول ذلک الشیء. اگر اینجور باشه فأی فرق بینه اذن و بین سایر ما یحل فیه من لونه و طعمه و رائحته و لینه و خشونته و ثقله و خفته. این اشکال اولی است که به اونها شده که اگر حال و محلی کار باشد و حضرت حق حلول کرده باشد، این حلول میشه از صفات مخلوق ها، به مانند حلول لون در شیئی، حلول طعم در شیئی، حلول صفات مختلف در شیئی، که حلول از صفات مخلوقات است. اینجا هم که شما نسبت به خداوند متعال گفتید حال در این اولیاء خدا شده است، صفت مخلوق را برای خالق قائل شدید و بطلان چنین چیزی مشخصه که اونچه که در ارتباط با مخلوق هست او در ارتباط با خالق جاری نیست، و الا اون خالق هم حکمش حکم مخلوق خواهد شد. حکم مخلوق شد معلول خواهد شد، معلول شد قائم به ذات نخواهد بود، قائم به ذات که نبود
اون وقت خدایی نخواهد بود. به نتیجه حلول موجب عدم وجود خالق به معنای قائم به ذات خواهد شد و مستلزم چنین تالی فاسدی است. این یک مطلب. اشکال دوم، مطلب دوم که صحبت شده است، عبارت رو نخونده بودیم، گفتیم عبارات هم خونده شده باشه، این است که فرمودن ولما سار هذا المحلول فیه محدثا و ذلک قدیما. این حال و محلول را شما میگید حال خدا، محل این اولیاء خدا، حال که خداست قدیم، محل که اولیاء خداست حادث. حالا که این چنین شد که حال هم صفت مخلوق است و صفت حادث است و حلول کردن صفت حادث است، اینجا چه ترجیحی دارد که شما محل را میگویید حادث، حال را میگویید قدیم که خدا باشه؟ خیر، هیچ ترجیحی در کار نیست. عکسش چرا نمیگویید؟ ولی ما سار هذا المحلول فیه که اولیاء خدا باشند در این فرض بحث، محدثاً و ذالکه به اون حال که حضرت حق باشد، قدیماً در حال این که هر دو متصفاً به صفت حدوث. وقتی هر دو متصف به صفت حدوث هستند، چرا شما یکی را قدیم و دیگری را حادث قرار بدید؟ دون ان یکون ذالکه محدثاً و هذا قدیما، چرا به عکس نشه؟ چه ترجیحی دارد که حال را میگویید قدیم و محل را میگویید حادث؟ این هم اشکال دوم بود. اشکال سومی هم گفتیم دیروز که باز عبارتش اینه که قبل از این که خلقی رو خلق کند، این خالق خداوند متعال بوده است و محلی براش نبوده. حالا که خلق کرد چه شد که حالا نیاز به محل داشته باشه؟ حالا حلول معنا پیدا کنه. و کیفه یحتاج الى المحال من لم یزل قبل المحال، بوده است و بوده است و بوده است و محلی در کار نبوده. و هو عز و جل لا یزال کما لم یزل، در آینده هم به مانند گذشته است. گذشته ای که او بوده است و محلی نبوده، نیاز به محل نداشته، آیندهش هم همچنین. و هو عز و جل لا یزال کما لم یزل و اذا وصفتموه به صفت المحدثات فی الحلول فقط لازمکم ان تصفوه به زوال و الحدوث. بعد تتمیم میفرمایند مطلب را که وقتی شما برای حضرت حق حلول قائل شدید، لازمش اینه که از صفات مخلوق براش قائل شدید. از صفات مخلوق که قائل شدید، معناش اینه که زوال و حدوث در ارتباط با حضرت حق قائل شدید. زوال و حدوث که قائل شدید، یک جا یک جمله جامعتری بگید، فنا براش قائل بشید، که این جمله قبول فنا جمله ایست که در ارتباط با همه صفات و حدوث از همه اجمع است. به اینجا میرسد مطلب. و وقتی که او قبول فنا بکند و قابلیت برای فنا داشته باشد، دیگه ذات مقدس حضرت حق نمیتونه باشه که. اینها تتمیم بحث هست بر مطالبی که قبلا بیان فرمودن. فرمودن که و اذا وصفتموه به صفت المحدثات فی الحلول فقد لزمکم ان تصفوه به زوال و الحدوث.
ناچار بایستی که قائل به این بشید، پس زائل می شود، حادث است. و وقتی گفتید زوال و حدوث دارد، پس اون کلمه‌ای که اجمع کلمات هست در رسوندن معنای مخلوق قابلیت فناست. اون جمله رو بگید، و اذا وصفتموه به زوال و الحدوث وصفتموه به الفنا، در نسخه‌ای دارد که وصفوه به الفنا. یک مقدار مطلب روشن‌تر میشه. حالا که شما قائل شدید به این که حضرت حقی که حال در مخلوق است، این زوال و حدوث برای او معنا میدهد، پس توصیفش کنید به فنا، فصفوه و طبق نسخه‌ای، وصفتموه و به عنوان اخبار طبق نسخه دیگری بالفنا. لأن ذلك اجمع من صفات الحال والمحلول فيه، زیرا این کلمه فنا کلمه ایست که جامع جامع نسبت به همه صفاتی که در ارتباط با مخلوق هست و زوال و حدوث را خوبتر از هر چیز میرسانه. و باز تتمیم میفرمایند به این که و بالاخره با چنین صفاتی که حال است، این حضرت حق کذایی شما در ارتباط با اولیاء پروردگار، آیا تغییری با این حلول حادث می شود یا خیر؟ اگر تغییر حادث می شود که حادث می شود، بدیهی است که ذات مقدس قائم به ذات تغییر در او معنا ندارد و تغییر منافات دارد با قائم به ذات بودن. بعد بفرمایند که و جمیع ذلک یغیر الذات، همه اینها موجب این میشه که ذات تغییر پیدا کنه. اینو داشتیم میگفتیم که فان کان لم یتغیر ذات الباری تعالی به حلوله فی شیئن، اگر چنانچه با چنین وصف حلول تغییر می کند که گفتیم قائم به ذات نیست، اگر تغییر نمی کند پس بایستی همه اوصاف درباره او جاری باشه، همه اوصاف ممکن، و تغییرم نکنه چون فرقی نمی کنه. حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. اگر حلولی که از صفات مخلوق است برای حضرت حق باشد و تغییر در ذات به وجود نیاد، بقیه صفات دیگر هم که برای مخلوق است برای او قائل شدن، بایستی که مسئله ای نباشه. بگیم سیاه میشه، سفید میشه، قرمز میشه، آبی میشه، ساکن میشه، متحرک میشه، همه اینها باید راه داشته باشه در عین اینکه خداست. بطلان این حرف هم بدیهی است. فان کان لم یتغیر ذات الباری تعالی بحلوله فی شیء جاز ان لا یتغیر بان یتحرک و یسکن و یس و یسود و یبیض و یحمر و یسفر و تحله الصفات التي تتعاقب علی الموصوف بها، باید همه صفاتی که بر موصوفی از مخلوقها متعاقباً ممکنه وارد بشه، در ارتباط با او هم بایستی همه این صفات جاری باشه. چه این که وقتی صفتی از صفات مخلوق جاری شد، قابلیت برای بقیه صفات هم خواهد بود. حتی یکون فی جمیع صفات المحدثین و یکون و محدثن، اگر اینجور شد که دیگه نمیتونید بگید که این قدیمه، که اگر همه این صفات بر او جاری شد، طبیعی است که از بدیهیات است که حادث خواهد شد. و یکون و محدثن عز الله تعالی عن ذلک، ای تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. خب این در ارتباط با جمع اول. اما نسبت به گروه دوم،
که یک مقداری حرف این گروه دوم از نظر رو به راه نشون دادن و ارائه این که مطلب مقداری زمینه ای داشته باشد، از این سه بخشی که گفتیم به این سه گروه تقسیم شدن، یه مقداری زمینه تناسب بیشتری داره که مطرح بشه. گروه دوم چی این گفتن؟ گفتن ما این صوری که ساختیم و اینها را عبادت میکنیم، خیر، از این باب نیست که خدا حلول کرده در اولیایی، ما حالا صور اون اولیا را اینجا ترسیم کردیم، ساختیم و به این جهت اونها را عبادت میکنیم. خیر، حلولی در کار نیست، حلول این اشکالا رو داره، بلکه صرفا برای اینه که جمعی بودن که اینها سخت مطیع خداوند متعال بودن، بسیار مقرب به پیشگاه خدا بودن و اینها وفات شدن. ما به خاطر تقرب به پروردگار صور اینها را ساختیم و اینها را عبادت میکنیم به عنوان اینکه اینها بندگان خاص خدا بودند و تقرب میجوییم به عبادت اینها به خداوند متعال. ما این کار رو میکنیم، حلولی در کار نیست تا اون اشکالات مربوط به حلول مطرح باشه. خیر، اولیاء خدا به یاد آنها، به خاطر ذکر آنها، یادآوری آنها این هیاکل رو درست کردیم و با توجه به اینها و خضوع و خشوع نسبت به اینها به یاد اون شخصیت ها هستیم. اون شخصیت ها مقرب به پیشگاه خدا، به این جهت ما تقرب میجوییم، نه اینکه اینها رو خالق بدونیم، نه اینکه خدا در اینها حلول کرده باشه. خیر، هیچ کدام از اینها. در این مورد پیامبر اکرم به اینها چی فرمودن؟ فرمودن که این کاری که شما میکنید، که خضوع و خشوع میکنید برای اینها در حدی که سجده میکنید، نماز میخوانید، به تعبیری کمال خضوع و خشوع ممکنه از نظر ظاهر برخورد را به صورت سجده دارید، که کمال خضوع همون افتادن به صورت سجده است، اینو دارید. حالا که شما به این نیت هستید که حلولی هم نیست ولی به صورتی است که گفتید، پس چی برای خدا باقی گذاشتید؟ و بین اینها که بندگان خدا هستند و خداوند متعال که خالق اینهاست، چه تفاوتی در کار خواهد بود؟ شما آن کمال خضوع و خشوع ممکن را برای این اصنامتون به عنوان اون اولیاء خدا دارید، به گونه ای که جایی برای خدا به اضافه این در عبادت نگذاشتید، مساوی قرار دادید اینها را با خدا در عبادت. درسته که در خلقتی کار نکردن، درست است که اگر سوالشون کنی که من خلق از سماوات و الارض، لیقولن الله، ولی در خضوع و خشوع و پرستش به معنای همین خضوع و خشوع مساوی قرار دادید شما اینها را با خداوند متعال. چی برای خدا نگه داشتید در جهت خضوع و خشوع؟ که اون آیه شریفه هم به همین جهت توجه میدهد که شما این حالت رو دارید و روز قیامت که میشود، وقتی این بت‌ها و بت‌پرست‌ها اینها در آتش افکنده میشن و در آتش
گرفتار میشن همشون، اون وقت اونجا گفته میشه که این چه بود که شما انجام دادید. و اونجا بت پرست ها میگوین بله گرفتاری ما این شد که شماها را با رب العالمین مساوی قرار دادین. یه نکته مهم تو این بحث شرک اینجاست که از نظر عبادت و پرستش در جهت عبادت نه آفرینش هستی، که اصلا مشخصه که اینا نمیگوین که این بتی که ما ساختیم یا اون اولیاء خدا آفریدگار هستی بودن، که البته این یک قسمت بحثه که تو بحث بعدی انشالله اون نکات دیگر به اصطلاح تفاوت جریان انشالله گفته خواهد شد. یکیش اینه که تو این آیه شریف هم بهش توجه داده شده و ازل فدل جنت و للمتقین، سوره شعرا تا میرسیم به آیه 98 و ازل فدل جنت و للمتقین و برزت الجحیم للغاوین، برای اونها که در عبادتشون در غوایت و اشتباه و زلالت بودن. برزت الجحیم للغاوین، این عابدین بت. و قیل لهم اینما کنتم تعبدون من دون الله، شما چکار میکردید که این بتا رو میپرستیدید؟ هل ینصرونکم او ینتصرون، اینها میتونن شما را یاری کنن وقتی گرفتار شدید به گونه ای وسیله نصرتی برای شما باشن؟ فکب که بو هم والغاوون، یعنی این بت ها و این بت پرست ها اینها روی هم افکنده می شوند در آتش. فکب که بو هم یعنی این آلهه، این اصنام، والغاوون و بت پرست ها، و جنود و ابلیس اجمعون. قالو و هم فیها یختصمون، در آتش که افکنده میشن در حالی که با هم قال و قیل دارن که چی شد که چنین شد، این کارا انجام شد. قالو و هم فیها یختصمون تلاه ان کننا لفی ضلال مبین، که این ان کننا مخففه از مثقل از مشخص، سوگند به خدا که ما در زلال مبین بودیم. چرا؟ نکته اینجاست، از نسویکم به رب العالمین، شما را با رب العالمین در عبادت شرکت دادیم، یکسان قرار دادیم. از نسویکم به رب العالمین در تفاسیر معمولا در ارتباط با این جمله شریفه اون وقت این تعبیر شده که اش شرکه فی العباده، در ایجاد و خلقت که این حرف رو ندارن، در عبادت و خضوع و خشوع یکسان قرار دادن. اون وقت در این قسمت پیامبر گرامی چنین فرمودن، حضرتش بعد از این که با اونها صحبت کردن گروه اول را مبناشون زدن که حلول بود، بعد فرمودن فاذا بطل ما ظننتموه من ان الله یحل فی شیء فقط فسد ما بنیتم علیه قولکم، نتیجتا حرف شما باطل شد، حرف شما بر حلول مبتنی بود، حلول که فاسد شد، پس نظریه شما و اونچه معتقد هستید اون هم فاسد شد. قال فسکت القوم و قالوا سننظر فی امورنا، اون وقت به این گروه دوم پیغمبر اکرم توجه فرمودن، به اونها اقبال فرمودن. ثم اقبل على الفريق الثاني فقال لهم اخبرونا عنكم اذا عبدتم صور من كان يعبد الله فسجدتم لها، اذا عبدتم صور من كان يعبد الله، صور اون اولیاء خدا رو درست کردید، اون وقت اینا رو دارید عبادت میکنید، فسجدتم لها وصليتم فوضعتم الوجوه الكريمه على التراب، به سجود لها، برای اینا سجده کردید. فمن الذي ابقيتم لرب العالمين، چی برای خدا گذاشتید؟ یعنی کمال خضوع و خشوع را نسبت به اینا انجام دادید. تنها به این تفاوت اکتفا نمیشه، تفاوت‌های ماهوی دیگری هست که
فرصت نیست دیگه حالا امروز عرض کنیم، انشاءالله تو بحث بعدی عرض خواهیم کرد. فمن الذي ابغيتم لرب العالمين اما علمتم ان من حق من يلزم تعظيمه وعبادته الله يصاب به عبده. دیگه مشخص مثل میزنن، ارئیتم ملکن او عظیمن اذا ساویتموه به عبیده فی التعظیم والخشوع والخضوع ایکون فی ذالک وضع من حق الكبیر. روشنه که در چنین کاری حق کبیر را نادید گرفتید، کم کردید حق کبیر را. وقتی نسبت به عبید ملکی یا عظیمی بمانند خود ملک تعظیم و تکریم داشته باشید، آیا این کم گذاشتن از حق ملک نیست؟ یکون فی ذلک وضع من حق الکبیر کما یکون زیاده فی تعظیم صغیر، کما اینکه این کارتون نسبت به اون کسی که صغیر است بیشتر از حد خودش بهش توجه کردید. و قال اونم قال افلا تعلمون انکم من حیث تعظمون الله به تعظیم صور عباده المطیعین له تزرون علی رب العالمین. با این کارتون که شما در این وضعیت کمال خضوع و خشوع نسبت به این صور بندگان خدا تعظیم میکنید، از حق خداوند کم گذاشتید. اولا تعلمون انکم من حیث تعظمون الله به تعظیم صور عباده المطیعین له تزرون، یعنی کم گذاشتید و نقص قائل شدید در ارتباط با رب عالمین. تزرون علی رب العالمین، تزرون رو این باورقی معنا کردم و مراجعه هم که شد همینه که زرای ازری ازا آبهو و انفهو لسان العرب و بقیه لغت ها این چیه، اینه که نسبت به او کوتاهی کردید. قال فزکت القوم بعد ان قالوا سننظر فی امورنا. اون قسم سوم باقی مون که انشاءالله بعد با توجه به اون نکات اصلی در این بحث در جهت مسائل مربوط به شرک و توحید انشاءالله یکی دو بحث بعدی مطرح میشه. اللهم صل علی محمد.